بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، محمد بن مقصود هستم. خوش آمدین به دوره امچه سی پلس پلس. در این جلسه در ارتباط به تابع یا فانکشن در زبان سی پلس پلس با هم صحبت میکنیم. خیلی ساده بحث کنیم در ارتباط به تابع یا فانکشن در زبان سی پلس پلس. وقتی که ما یک کار بزرگ را به کارهای کوچک تقسیم میکنیم و برای هر کدام از کارهای کوچک یک تابع تعریف میکنیم، یعنی یک برنامه داریم که این برنامه ما حجمشان زیاد می باشد، یعنی بیشتر از هزارها خطوط کد داریم. یک برنامه نویس واقعی پیش از اینکه کار خود را با برنامه آغاز کند، اول برنامه خود را تجزیه و تحلیل می کند، یعنی برنامه خود را به اجزای کوچکتر تقسیم می کند و این اجزای کوچک را در بین خود تداخل نداشته باشد و هر کدام کارهای خاص را انجام دهند و این را داخل تابع تعریف می کند. وقتی که یک برنامه بزرگ رو ما به اجزای کوچک اون تقسیم میکنیم، دید ما نسبت به برنامه بهتر میشه، این برنامه وضوحتر میشه و خطا یا بی در برنامه آسانتر میشه، چون ما وقتی یک ایرر یا یک مشکل در برنامه صورت میگیرد، ما میدانیم که این مشکل در کدام تابع یا فانکشن صورت گرفته، با آسانی میتونیم این مشکل را حل کنیم. اگر ما فرض مثال برنامه خود را به اجزای کوچک اون تقسیم نکنیم، چون با ایرر یا مشکل بر بخوریم، نمیتونیم با آسانی مشکل را حل کنیم. کدام جایی از برنامه صورت گرفته است؟ خب پس درس رو شروع میکنیم. ما در کل دو نوع تابع داریم، یکی تابع کتابخانه ای و یکی تابع تعریف شده توسط خود کاربر. در این جلسه در ارتباط به تابع کتابخانه ای با شما بحث میکنیم که تابع کتابخانه ای چه رقم کتابی هستند. تابع کتابخانه اون دسته از تابع است که از قبل در داخل زبان سی پلس پلس تعریف شده توسط کسانی که این برنامه را ساخته اند. نیاز نیست که اونها را و عملکردشان را تعریف کنیم و هیچ کد برای پیاده سازی اون و یا عملکرد اون انجام دهیم. فقط هر جایی که نیاز شد اون را صدا میکنیم و یا کال میکنیم. برای و در این نکته باید ما توجه داشته باشیم. اول ما باید تابع خود رو تعریف کنیم، بعد صدا بزنیم. تابع وقتی تابع خود رو ما تعریف میکنیم و صدا نزنیم که هیچ مفهوم ندارد و این گویا هیچ کار صورت نمیگیرد. پس ما در ارتباط با تابع کتابخانه یا چند مثال کار مونیم که تا برای همه واضح شود که چطور ما تابع کتابخانه ای را کال کنیم، چون تابع کتابخانه قبلا در داخل هسته پروگرام سی پلس پلس تعریف شده که نیاز نیست که ما تعریف کنیم. فقط ما با کال کردن ما میتونیم کار خود را انجام دهیم. پس یک مثال کار میگم جذر دوم یک عدد را برای ما دریافت کند، یعنی جذر دوم عدد را. پس سی او SQRT نوشته داخل از این داخل پرانتز فرضاً سال جذر دوم 64 برای ما دریافت کنه. RT اینجا فقط این نام تابع است، اینجا ما فقط نام شکل گرفته اینو گفت صدا میزنیم که اینجا داخل پرانتز، اما عددی که میخوایم پیدا شه که جذر دوم شه چند؟ 64. پس که جذر دوم 64 گفتیم 8 پس جذر دوم 64 مساوی به 8 اینا. پس یک مثال دیگه هم کار میکنیم که تا برای همه واضح شد. پاور یک عدد رو شو کنیم، پاور عدد رو که یک عدد رو به توان رفع میکنیم که حاصلی شان چند میشه. فرض مثال میگم سی او اینجا دبلیو پاور اینجا اول ما قاعده رو می‌نویسیم بعد توانه،
اول قاعده را دو به توان سه چند میشه؟ نه یا فرض مثال سه به توان دو، سه اول سه چه قاعده به توان دو اینجه فقط نام فنکشن را گرفته، فقط امو عدد داخل پرانتز می نویسیم چی؟ سه و دو، سه قاعده دو توانه. پس برین منیم سه به توان دو نو میشن، سه به توان دو نو. یا به طور مثال سه به توان سه چند میشه؟ سه به توان سه، سه ای سه اولی قاعده، سه دومی توان، سه به توان سه یک مرفع کنیم چند میشه؟ سه به توان سه 27. و یا جذر دوم چهار چند میشه؟ با دو جمع. فقط ما با صدا زدن نام فنکشن میتونیم کار خود را انجام دیم در تابع کتابخانه. اینجا ما این تابع کتابخانه در داخل لایبری چیه؟ include.mat.h هسته. وقتی ما تا اگر اینی ره که include.mat.h ما اگر نمانیم که ایرار میدیم، این ایرار چون نمیشناسه این چی هسته. پس ما چون بخاطر که این فنکشن در داخل تابع لایبری ریاضیکی mat.h matematics معنا میده خب تعریف شده، پس این لایبریش ما کریئت میکنیم. پس اینا رو که ما چی کنیم؟ کدام مشکلی رخ نمیده چون میشناسه اس کیو آر تی یا پی او دبلیو، چون از قبل این فنکشن ها تعریف شده در داخل پروگرام سی پلاس پلاس. تشکر دوستا، خدا کنه این ویدیو چیزی فهمیده باشین. لطفا چنل ما رو سابسکرایب نمیده. اگر کدام جاشون مشکل یا برخوردین یا کدام سوالی داشتین لطفا کامنت نمیده، ما با شما جواب میدیم. وقت خوش، روز بخیر.